کندم با دکتر هوبان صحبت میکنم در مورد استرس و چند تا راهی که بتونیم این استرس رو بتونیم تحمل کنیم یا کمش کنیم. یا بتونیم یه کاریش کنیم دیگه. خب مثلا مهارش کنیم. یه کلمه انگلیسی هم یه کلمه فارسی هم یاد بگیری. خب مهارش کنیم. خب شما میخواییم به من بگو چی بیشتر به شما استرس میده تو زندگی؟ ببینین من فورچنتی خوشبختانه یه آدمی هم که استرسم کامه. خب ولی دوروبرم خیلی آدم هستن که خیلی استرس میشن. خب آدم های دوروبر نشون مثلا مثال یکی از دوستام که با شوهرش دعواش میشه. با همسرش دعواش. شما که نمیشه. من و شوهرم خوشبختانه خب همدیگه رو کم میبینیم. زیاد دعواتون نمیشه. ولی نه که خیلی با همدیگه کار میکنن زن و شوهر، تا خیلی با هم دیگه استرسن که به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاست که شنیدم. اگر که بله، اگر یک زوج با هم دیگه کار بکنن و زندگی کنن و همه چی با هم، به نظر من به جای خوبی ختم نمیشه. بله. اکثر مواقع، نه همیشه، اکثر مواقع. اینه که خب من پیشنهاد میکنم که اگر انتخاب دارن همسرها یعنی زن و شوهر، بله، با هم دیگه کار نکنن. بله. خب حالا مثال خب مثلا زیاد بعضی موقع آرگومنت سخته. بله. اگه مثلا توی محیط کار هستن با هم دیگه کار میکنن، با دارن با هم دیگه دعواشون میشه یا فراستریتد از زمانی میشن از هم، چی کار بکنن این دو نفر؟ بهترین راه یا بهترین پیشنهاد اینه که یک بریک بگیرن. بریک. یعنی همون لحظه یکیشون بره یا دوتاشون برن و از هم دیگه دور باشن برای 10 دقیقه رو برین راه برن و وقتی که برگردن من به هم گفته شده بارها که بعد خیلیشون یادشون نمیاد سری چی داشتن دعوا میکردن یا داشتن جر و بحث میکردن. بله. به خاطر اینکه خب یک دید با یک دید و پرسپکتیو دیگه برمیگردن. اینی که به نظر و وقتی هم که دور میشن برن یکم نفسای عمیق بکشن، یکم برن تو لحظه، اگر تو طبیعت میتونن برن با طبیعت برن یه مقدار. بله. مثلا یکی بشن و غیره. این یکی از بهترین راه من فکر میکنم این خیلی چیز خوبیه. بله. و حالا مثلا من که مادرم، بعضی موقع ها مادرها بله استرس میشن، بچه های گریه میکنه، نمیدونی چه جوری بهش برسی، نمیدونی چی میخوای، اون لحظه چیکار بکنیم؟ خب خیلی سوال خوبیه و خب بچه‌ام که نمیتونی ولش کنی بری مثلا بگم 10 دقیقه راه برو یا بری. یه راهی میگم که نه فقط برای مادرایی که مثلا استرس دارن بچه‌شون گریه میکنه و غیره، در هر استرس موقعیتی که استرس به شما میده، مثلا داری رانندگی میکنی. بله. یا مثلا یه چیزای اذیتت میکنه، یه افکاری یا هر چی. بله. یک نوع نفس کشیدنه که اتفاقا من تو کتابم نوشتم راجع به این نوع که خیلی کمک میکنه و الان اگه میخوای بهت میگم. بله. امتحان کن. ببین با یکی از انگشتانت یکی از سوراخ‌های بینی ببند. خب بعد با این یکی نفس عمیق بکش تو، نفس نگه دو، بعد اون رو باز کن، این یکی رو ببند و از اون یکی بده بیرون نفس رو. حالا دوباره با همین نفس بکش در اون، همین که بازه، بعد ببندش، نفس رو بده بیرون. خب حالا دوباره اون یکی رو ببند و نفس عمیق بکش با این، حالا باز ببندش، از اون یکی بده بیرون. خب همین کارو هی تکرار اگه بکنی برای مثلا 5 دقیقه یک دفعه متوجه میشی. بله همین. آره خیلی عالی. به خاطر اینکه این دو نیم کره مغز رو با هم دیگه خیلی بالانس میکنه. بله. و خیلی خیلی آروم میکنه آدم، خیلی خیلی زیاد. پای از یه دونه بده بیرون یک بار دیگه اگه میخوای، برای اینکه من مطمئنم الان خیلی میگن یک بار دیگه تکرار. بله. خب یکی از سوراخ‌های بینی رو بگیر، باهاش نفس عمیق بکش. خب بعد اون یکی رو ببند و از این نفس بده بیرون. حالا از همین که نفس دادی بیرون، همون که اون رو نگه داشتی، نفس بکش، حالا اینو ببند و از اون یکی نفس بده بیرون. حالا باز از همون نفس بکش، بعد بگیر و از این یکی بده بیرون و باز از این نفس. بله. متوجه شدی؟ بله. آروم شدی؟ واقعا کمک میکنه در خیلی از مواقع. بعدش فوکس آدم میره رو این نفس، با اصلا حواست دقیقاً نه فقط اون، ولی واقعا این دو نیم کره و روی پاراسیستماتیک نرو سیستم هم خیلی اثر مثبت میذاره و خیلی شما رو کام میکنه، خیلی آرومت میکنه و در هر گونه موقعیت که باشی، مثلا گفتم داری رانندگی میکنی یا مثلا نشستی و یه مقدار افکارت مخشوشه و خیلی ناراحتی و غیره، این خیلی میتونه آرومت کنه. حالا مثلا یکی که حالا سوال تو بذار برای جلسه بعد. خب وقت بشاره میکنم، وقت تمومه دیگه، چیکار کنی؟ جلسه بعد دیگه باز میتونی سوال دیگه. بله بله، تا دفعه دیگه.